برادر ما محمد محمد هاشم از ولایت غور پرسیده ان. آیا انسان ها موی ساق پایشان ساق دستشان سینه یا پشت سرشان را گرفته و تراشیده می توانند یا خیر اینمی یک پرسش آنها بوده است در برابر این پرسش اجازه بفرمایند اندکی خدمتتان موضوع را شرح کنم عزیزان دل در گام نخست آنچه که موی در بدن انسان هاست از مردان و زنان متفاوت است بیاییم در گام نخست سراغ زنان اگر زنان در همچون موارد نامبرده موی به بدن دارند باعث اذیت می شود یا ریشی دارند که باعث اذیتشان یا چیزهای دیگر گرفتن آنها درست است اشکال ندارد از آن میگذاریم مگر هنگامی که سراغ مردانه برویم در وجود مردانه احکام به موی سه بخش دارد یک یک نوع موی در اندام انسان است که گرفتنش حرام است مانند ریش برای مردان گرفتنشان حرام است دوم نوی آن است که گرفتن سنت است مانند موی زیر بغل و برخی جایی را که همه انسان ها به آن میدانند من به صورت کنایه پیش می‌روم. گرفتن اینها از فطرت پیامبران به حیث سنت زندگی پاکیزگی و نظافت و تمیز عنوان شده است دو سومینش یک برخی ست که از دیر شریعت مسکوت عنهوست مسکوت انهو به این معناست از آدرس رسول الله صلى الله عليه وسلم و مصادر شریعت همی مواردی ره که به پرسش نام بردن ساق دست و پا سینه و پشت سر نه جوازش به ما صندی هست و نه هم عدم جواز از این رو مجتهدان و متخصصانی که براوش اصول شریعت میدانند برخی ها گفتند که حرام آن است که در کتاب و سنت پیامبر باشد حلال آن است که به کتاب و سنت پیامبر باشد به تعبیر دیگر جای جواز و عدم جواز مشروع بودن نامشروع بودن جز از دادرس کتاب الله و سنت رسول راه دیگر ندارد از این رو ای که مسکوتن هست گرفتن موی ساق دست و پای و بطن و صدر و سینه هیچ اشکال علمی ندارد هیچ اشکال علمی ندارد چرا؟ برای این ندارد که در شریعت ما کدام نس در این رابطه نداریم مگر برخی متخصصان امت اسلامی گفتهاند که باید یک تنقیه گردد هنگامی که اگر به ساق و ساق دست و پا و به سینه و پشت سر مردان به انداز موی است که هیچ مزاحمت و ضرر نمی کند در آن صورت اشکال ندارد هیچ غرضش نگیرد چرا گرفتن هم همچون موارد از پیامبر و از, از صدر اسلام از شخصیت ثابت نیست امی سنت ترکی و عدم ثبوتش بر ما کافی است اما برخی ها گفتن انگامی که به انداز انبوه بوده باشد که اذیت و آزار دهد ده در آنجا گرفتنش اشکال علمی ندارد مگر فتاوای عالمگیریه حاشیه ابن عابدین شامی و غیره به یک تعبیر نازدانه گفتن و فی حلق شعر الصدر و ظهر ترک الادب گفتهان که خلاف ادب خلاف اولا میآید یعنی روی هم رفته من از میان این دیدگاهها قائل به تقسیم ام اگر به جای انبوه هاست که کاملا اذیتو آزار میدهد یا برخی موارد به تداوی و علاج نیاز است در آن زمان گرفتن هیچ اشکال علمی ندارد و اگر ناچیز است که زیان نمی دهد آزار نمی به اقتدای پیامبر و ملت صدر اسلام نگرفتنش ادب است برادر ما عبدالمالک خنجانی هم پرسیدن مدت هاست که در این دیار گشت کننده ها می آیند مویه های شانه شده زنان را خریداری می کنند از دید شرع شریف چه حکم دارد لطفا مدلل بنویسید به اساس اصول افتا پرسش این برادر علمی معلوم می شود یعنی یا خودش عالم و دانا بوده و یا هم آن که سوال برای او تهیه نموده عالم و دانا بوده زیرا پرسش را توری برای انداختن که دلیل خواستن وگرنه متخصصان برای عامه مردم به دلیل نمی نفس فتوا را می گویند و بس اما در, در, پاسخ این مسئله باید گفت دوستان نهایت عزیز و مهربان در قواعد اقتصاد اسلامی یعنی آنچه خریده و فروخته می شود از آن درآمد جمعوری می کنند به اساس قوانین فقیه امت اسلامی اصول داریم تجارت استعمال موی انسان و سایر اجزای انسان قطعا حرام خوانده شده است یعنی خریدن موی انسان ها خون انسان ها گرده و اندام انسان ها آنچه که از انسان بوده باشد تجارت و خرید و فروشش کاملا حرام بوده است دلیل چیست دلیل در ذات شمیس که قرآن فرموده است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد کرمنا بنی آدم ما فرزندان آدم را کرامت داده ایم بناهن خرید و فروش مایه ابتزال است مایه کمندیشی و سبک اندیشی است از این رو فقهان امت اسلامی گفتهاند خرید و فروش اندام و موی انسان ها چی مرد باشند چه زن واقعی اندامشان ناروا است از این رو اه, کتاب در مختار علامه حسکفی در در مختار ابن عابدین در آنجا گفتهاند اول و مکرم شرعا آدم عزتمند شرعی است حتی یک جمله دارند که و این کان کافرن اگرچه در این باب کافرم بوده باشد اندام انسان کافرام فروشش نارواست ف ایراد العقدی علیه و ابتذاله بهی و الحاقه بالجمادات اذلالا لهو پس حالا که عقد بیه بالای اینها وارد گردد خرید و فروش دست به دست شوند مانند سنگ بازار مانند جامدها فروش و با بازار ارزه شوند این بزرگترین ذلت است ذلت است که به انسان آید حالش میگردد ابن الهمام رحمت الله علیه هم در زیل قول صاحب هدایه صاحب هدایه که از دا شخصتای مهم شیخ مرغنانی عالم قرن گفته بوده ولا یجوز و بیع شعر الانسان مطلقا گفته فروش امی موی انسان ها جایز نیست عین شکل دلیل همان را میگوید که در بیع و فروش انسان نو اجزای انسان نو اهانت و توهین است چون نو اهانت و توهین بوده است از این رو فروش موی انسان ها درست نیست عزیزان دل اما یک نکته را باید شرح هم در مراکز سیهی جهان در مراکز سیهی جهان خون انسان ها و در برخی موارد گرده یا سایر اندام انسان برای پزشکان به فروش میرسد و میفروشند آیا مگر این هم درست نیست نظر به اساس و اصولی را که بیان کردیم نخیر فروش تمام آنچه در بدن انسان است ممنوع است آری هنگامی که از دیدی تبابت خون نیاز است در غیر آن, بیمار تلف می شود یا گرده نیاز است در غیر آن تلف می شود در همچون موارد کسای مسلمان و بشر دوستان باید مجانی دهند خون گرده هرچی را ایجاب تبابت ایجاب کند مجانن اهدا کنند سبحان الله ماشا الله چی یک دین و یک قوانین زیبایی در سطح نظام بشریت که خون بدن را مجانن اهدا کند یک و یا هم گرده را مگر هنگامی که هیچ کسی مجانن چیزی را اهدا نکند متخصصان اصرار کنند در نبودش بیمار تلف می شود در بودنش به تجربه تیبی صحتیاب می شود با این دو قید خریدن خریدار جایز اما پول برای فروشنده نیز ناجایز بوده است